سلام دوستان نازنینم، خوش اومدید به آشپزخونه خودتون. الهی که حالتون خوبه. طرز تهیه خوراک لوبیا سبز رو دارم که مواد لازمش هستش حدوداً از 400 گرم گوشت گوسفندی و 300 گرم لوبیای سبز استفاده کردم و یک عدد پیاز بزرگ، یک عدد سیب زمینی و یک عدد هویج بزرگ، یک قاشق غذاخوری رو، دو حبه سیر، نمک و فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه لازم. بریم که مواد با هم آماده کنیم. یه مقدار که پیاز سبک و شفاف شد، گوشت رو اضافه میکنیم به قابلمه. در این مرحله دو حبه سیری که خرد کرده بودن به گوشت اضافه میکنیم. یه قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنیم. گوشت و زردچوبه حسابی که سرخ شد بهش 4 لیوان آب جوش اضافه میکنیم. همون مقدار که روی سطح گوشت آب بگیره کافیه. بذاریم به جوش بیاد. حرارت کم میکنیم. میذاریم گوشت به مدت 2 ساعت بپزه. یه مقدار روغن به یه قابلمه جداگانه اضافه میکنیم که هویج سرخ کنیم. دوستان هویجی که سرخ کردیم رنگش تغییر کرد از قابلمه خارج میکنیم و لوبیا رو در همین قابلمه اضافه میکنیم. من این هویج رو به این صورت خرد کردم، حالا بازم سلیقه‌ای هستش و اندازه کم و زیاد هویجم سلیقه‌ای. شما میتونید دوستان اگه دوست داشته باشید بیشتر کنید. من یک عدد اضافه کردم به این خوراک. دوستان لوبیا که سرخ شد در این حد رسید، کافیه یه مقدار تغییر رنگ داد. زیاد نمی‌خوایم ویتامینای لوبیا از بین بره و این لوبیا خیلی ظریفه. من در نیم ساعت آخر به خورش اضافه میکنم. لوبیا رو من تقریبا 1 سانتی 2 سانتی خرد کردم، بازم سلیقه‌ای هستش. تقریبا بعد از 1 ساعت پخت از گوشت، 70% گوشت پخته، هویج سرخ شده و لوبیای سرخ شده رو اضافه میکنیم. میذاریم که به جوش بیاد. در یک مایتابه جداگانه یه مقدار روغن اضافه میکنیم. روغن هم سرخ کنیم حسابی. روغنی که سرخ کردیم در این مرحله رسید، بوی خامش گرفته شد و رنگ باز کرد، به روغن افتاد، در این حد کافی هستش. اضافه میکنیم به خورشت لوبیامون. در این مرحله قاشق چایخوری فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. نمکش رو در آخر اضافه میکنیم که گوشت سفت نشه. میذاریم با حرارت پایین خورشت بپزه و جا بیفته. دوستان اون یک عدد سیب زمینی رو که داشتیم و خلالی خوب کردیم، با یه مقدار زردچوبه و زعفران میذاریم که سرخ بشه. دوستان در مرحله آخر خوب نمک خوراک لوبیا سبزمون هم بهش اضافه میکنیم. چاشنی این غذا آب لیموی تازه هستش. من حدوداً یک قاشق دو قاشق آب لیمو بهش اضافه میکنم. دوستان شما میتونید سیب زمینی این غذا رو به دو روش درست کنید که میتونید سیب زمینی رو خرد کنید به شکل هویج داخل خوراک بریزید، یا اینم که سرخ کنید مثل خورشت قیمه روی غذا بذارید به عنوان دیزاین. بعد از 4-5 دقیقه غذا آماده است. دوستان غذای ما آماده است، بریم که با هم سرو کنیم. گلای خونه، غذای ما آماده شد. به همین سادگی، به همین راحتی این خوراک خیلی خوشمزه هستش. به این روش درست کنید، پیشنهاد میکنم که امتحان کنید. خیلی خوشمزه هستش. ممنونم از اینکه همیشه همراهی میکنید ما رو. و اگر نظری داشتید، انتقادی، پیشنهادی پایین بنویسید، من حتما جواب میدم و گوش میکنم به شما. دوستتون دارم مثل همیشه و آرزوی بهترین ها میکنم براتون و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.